متی فصل 13. در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به لب دریا رفت و در آنجا نشست. جمعیت زیادی به دور او جمع شد، به طوری که او مجبور گردید سوار کشتی شده در آن بنشیند، در حالی که مردم در لب دریا استاده بودند. عیسی مطالب بسیاری را با مثل به آنها گفت. او فرمود: دهقان برای پاشیدن تخم به مزرعه رفت. وقتی مشغول پاشیدن تخم در مزرعه بود، بعضی از دانه ها در بین راه افتادند و پرندگان آمده آنها را خوردند. بعضی از دانه ها روی سنگلاخ افتادند و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شدند. اما وقت آفتاب بر آنها درخشید همه سوختند و چون ریشه نداشتند خشک شدند. بعضی از دانه ها به داخل خارها افتادند و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند. بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند و از هر دانه 100 یا 60 یا 30 دانه به دست آمد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پس از آن شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: چرا به صورت مثل برای آنها صحبت میکنی؟ عیسی در جواب فرمود: قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده، اما به آنها عطا نشده است. زیرا به شخصی که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازه کافی و فراوان داشته باشد، و از آن کس که ندارد حتی آنچرا هم که دارد گرفته می شود. بنابراین من برای آنان در قالب مثلها صحبت می کنم، زیرا آنان نگاه می کنند ولی نمی بینند و گوش می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. پیشگویی اشعیا درباره آنان تمام شده است که می گوید: پیوسته گوش می دهید ولی نمی فهمید، پیوسته نگاه می کنید ولی نمی بینید. زیرا ذهن این مردم کند گشته، گوشهایشان سنگین شده و چشمانشان بسته است. وگرنه چشمانشان می دید و گوشهایشان می شنید و می فهمیدند و بازگشت می کردند و من آنان را شفا می دادم. اما خوشا به حال شما که چشمانتان می بیند و گوشهایتان می شنود. بدانید که پیامبران و نیکمردان بسیار آرزو داشتند که آنچه را شما اکنون می بینید ببینند و ندیدند، و آنچه را شما می شنوید بشنوند و نشنیدند. پس معنی مسئله دهقان را بشنوید. وقتی شخص مژده برقراری پادشاهی خدا را می شنود ولی آن را نمی فهمد، شیطان می آید و آنچه را که در دل او کاشته شده می رو باید. این تخمه است که در بین راه افتاده بود. دانه ای که در سنگلاخ می افتد مانند کسی است که تا پیام را می شنود با خوشی می پذیرد، ولی در او ریشه نمی گیرد و دوام نمی آورد. پس وقتی به سبب آن مژده زحمت و آزاری به او برسد فوراً دلسرد می شود. دانه ای که به داخل خارها افتاد مانند کسی است که پیام را می شنود، اما تشویش زندگی و عشق به پول آن پیام را خفه می کند و ثمر نمی آورد. و دانه کاشته شده در زمین خوب به کسی می ماند که پیام را می شنود و آن را می فهمد و 100 یا 60 و یا 30 برابر ثمر به بار می آورد. پس از آن عیسی مسئله دیگر نیز برای آنان آورده گفت: پادشاهی آسمانی مانند این است که شخصی در مزرعه خود تخم خوب کاشت، اما وقتی همه در خواب بودند دشمن او آمده در میان گندم گیاه هرزه پاشید و رفت. هنگامی که دانه ها سبز شدند و شروع به رشد و نمو کردند، گیاه های هرزه نیز در میان آنها پیدا شد. دهقانان پیش ارباب خود آمده گفتند: ای آقا، مگر تخمی که تو در مزرعه خود کاشتی خوب نبود؟ پس این گیاه های هرزه از کجا آمدند؟ او در جواب گفت: این کار دشمن است. دهقانان به او گفتند: پس اجازه می دهی ما برویم و گیاه های هرزه را جمع کنیم؟ او گفت: نه خیر، چون ممکن است در موقع جمع کردن آنها گندم ها را نیز از ریشه بکنید.
بگذارید تا موسم درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که گیاهای هرزه را جمع کنند و آنها را برای سوخت ببندند و گندم را نیز جمع کرده در انبار من ذخیره کنند. عیسی یک مسئله دیگر نیز برای آنان آورده گفت: پادشاهی آسمانی مانند دانه اوری است که شخص آن را می‌گیرد و در مزرعه خود می‌کارد. دانه اوری که کوچکترین دانه ها است، پس از آن که رشد و نمو کند، از بوته های دیگر بزرگتر شده به اندازه یک درخت می شود و آنقدر بزرگ است که پرندگان می آیند و در میان شاخه هایش آشیانه می سازند. عیسی برای آنان مسئله دیگری آورده گفت: پادشاهی آسمانی مانند خمیر مایه است که زن بر می دارد و با سه پیمانه آرد مخلوط می کند تا تمام خمیر برسد. عیسی تمام این مطالب را برای جمعیت با مثل بیان می کرد و بدون مثل چیزی به آنها نمی گفت تا پیشگویی پیغمبر تمام شود که فرموده است: من دهن خود را باز می کنم و با مثل ها سخن خواهم گفت و چیزهای را بیان خواهم نمود که از وقت پیدایش عالم پوشیده مانده است. پس از آن عیسی مردم را رخصت داد و خودش نیز به خانه رفت. شاگردان عیسی پیش او آمده گفتند: معنای مثل گیاهای ارزه مزرعه را برای ما شرح بده. عیسی در جواب گفت: کسی که تخم نیکو می کارد پسر انسان است. مزرعه این جهان است و تخم نیکو تابعین پادشاهی خدا هستند و تخمهای گیاه هرزه پیروان شیطان می باشند. آن دشمنی که تخمهای گیاه هرزه را کاشت شیطان است و موسم درو آخر این دنیا می باشد و دروگران فرشتگان هستند. همان طوری که دروگران گیاه هرزه را جمع می کنند و می سوزانند، در پایان این جهان هم همین طور خواهد شد. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کس را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همچنین همه بدکاران را جمع می کنند و در کوره سوزان خواهند افگند، جایی که اشک می ریزند و دندان بر دندان می فشارند. در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند آفتاب خواهند درخشید. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پادشاهی آسمانی مانند گنجی است که در مزرعه پنهان شده باشد و شخص تصادفاً آن را پیدا کند، او دوباره آن را پنهان می کند و از خوشحالی می رود، تمام اموال خود را می فروشد و برگشته آن مزرعه را می خرد. پادشاهی آسمانی همچنین مانند تاجری است که در جستجوی مرواریدهای زیبا بود. وقتی که مروارید بسیار گرانبهای پیدا کرد، رفته تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید. و نیز پادشاهی آسمانی مانند توری است که ماهیگیر آن را در دریا انداخت و از انواع ماهی‌های مختلف گرفت. وقتی که تور از ماهی پر شد، ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته ماهی‌های خوب را در سبد جمع کردند و ماهی‌های بی مصرف را دور ریختند. در پایان این جهان نیز چنین خواهد بود. فرشتگان می آیند و بدکاران را از میان نیکان جدا ساخته، آنها را در کوره سوزان می اندازند، جایی که گریه و دندان بر دندان فشردن وجود دارد. عیسی از آنها پرسید: آیا همه این چیزها را فهمیدید؟ شاگردان جواب دادند: آره. عیسی به آنان فرمود: پس هرگاه یک معلم شریعت در مکتب پادشاهی آسمانی تعلیم بگیرد، مانند صاحب خانه است که از گنجینه خود چیزهای تازه و کهنه بیرون می آورد. وقتی عیسی این مسئله ها را به پایان رسانید، آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد و در کنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم داد که همه با تعجب می پرسیدند: این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام معجزات را به دست آورده است؟ مگر او پسر یک نجار نیست؟ مگر نام مادرش مریم نیباشد؟ آیا یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا
برادران او نیستند و مگر همه خواهران او در اینجا با ما نی باشند، پس او همه این چیزها را از کجا یاد گرفته است؟ پس آنها او را رد کردند. عیسی به آنها گفت: یک پیامبر در همه جا مورد احترام است، جز در وطن خود و در میان خانواده خیش. عیسی به علت بی‌ایمانی آنها معجزات زیادی در آنجا